امشب یه آیتم های متفاوتی داریم، از جمله صحبت کردن درباره فیلم فیلم مدت المعلوم. از خبرنگار؟ بله خبرنگارم. با بی بی سی کار میکنی؟ بله با بی بی سی هم کار میکنم، با سی ان ان هم کار میکنم، با فاکس نیوز هم کار میکنم، با دبلیو سی هم کار میکنم، با یو اس بی هم کار میکنم، با ال سی دی هم کار میکنم، با همه جا کار میکنم. بله یه کتاب هم نوشتم در مورد علوم اجتماعی. تو هم آبروی ما رو بردی ها؟ چه موضوع مبتذلی یه کتاب داری؟ آقا اجازه جزوه نداره؟ بله جزوه داره. این کاغذ ها رو که من دادم تو ماشین گفتم بال دو اینا زد، اینا رو از کجا بردی؟ سرکه بخور، سرکه بخارای بدنتو میخوابونه. بالا گفتن دو تا پسر مجردن که طبقه بالاشون زندگی میکنن. متن کاغذ رو ببینم چی توش نوشته. بچه بهتره ما بیام سنت خودمون رو بس بدیم بهش، امروزیش کنیم بریم دست جوونا. پسرم تحصیلات شما چی؟ دیپلماسی. این افریتی چقدر میشه؟ محققی این چرا دقیق میگو کتاب میمیسه؟ میگم سعید جان یه خود با دقت من نگاه کنم جان آقا سراخ هم شبیه خر نیم میسم تو روزا کنی گوره میگو. نه حواسم هست، نه حواسم هست. تا حالا دیوونه چیزی شدی؟ فکر میکنم شد. چته بابا سگ بستی چته؟ صدای شکستن من تو شهر پیچی تو هر هر میکنی. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی. آقای دکتر ابراهیم فیاض مردم شناس هستند، ولی به خاطر مطالعاتی که در روانشناسی و مخصوصا درباره مسئله جنسیت و مسائل جنسی در روانشناسی دارند، معروفند به فروید ایران. البته فروید معروف، شهرتشون به عنوان فروید ایران به این دلیل نیست احتمالاً که فرویدیانن، یعنی شاید هم داستانی و هم عقیدگی با فروید نداشته باشن، ولی به خاطر اینکه متمرکزن روی مسئله، یعنی مطالعه زیادی کردن روی همین مسئله جنسیت و مسائل جنسی جوانان، این شهرت رو پیدا کردن. به مناسبت نمایش فیلم فی مدت المعلوم و موفقیت و مثلا انبوه استقبال تماشاچیان، یه گفتگو هم با دکتر میکنیم درباره اینکه نقطه نظر اول بفهمید که درباره خود فیلم چه نظری داریم. فیلم رو دیدین دیگه؟ من نمتست. ندیدین؟ نه. خب پس بریم سر مسئله کلی. اصلا طرح مسئله جنسی، یعنی صحبت کردن درباره مسئله جنسی، به نظرتون توی سینما طرح کردنش، اشاره کردن بهش، به نظرتون درسته یا نه؟ چون به نظر میاد تو بحث‌های طلبگی مشکلی نداره، میگن حیا نباید باشه، وقتی که وارد مسئله جنسی میشیم باید با بی‌حیایی و با ذکر جزئیات وارد مسئله بشیم و جزئیات رو توضیح بدیم برای اینکه تکلیف هر کسی مشخص بشه. ولی اون ظاهرا بحث در یه محیط مردانه مثلا فقهی و طلبگی است که میخوان بالاخره وظایف مسلمان رو بفهمن که چیه و نباید حیا بکنن. آیا به طور کلی برای نمایش توی سینما شما یه همچین حالتی قائل هستید یا فکر میکنید که اصلا طرحش درست نیست؟ ببینید، حالا حیا خود اسلام هست، حدیث داریم که حیا دو نوع داریم، عقلی و احمقی. حیا عقلی فقط حیا گناه از خداست، بقیه حیات یه عمقی هست. طبق حدیث که الان مادم توی تو حفل و قول هست از زمستان از کریم. پس که این حیایی که الان شما میگید حیا عمقیه که بهش میگن شرم، توی شیم تو همون انگلیسیش یا شرم، که خب حالا بحث فروید که شما میگید، من فرویدیست نیستم، ولی برخلاف مردم شناسی دو تو رکن، سه تو رکن کلا برگزار میکنه توش، که یکیش غریزه جنسی است که غریزه گرسنگی، بعد غریزه ارتباطی و زبانی انسان بر اساس این دو تا غریزه، این مثلث دیگه، قاعده هر جامعه غریزه جنسی و غریزه گرسنگی است، که غریزه جنسی خانواده رو وجود میاره، غریزه گرسنگی اقتصاد وجود میاره، و بعدش هم یه سیستم ارتباطی میاد بالاش که برای اون پس مردم شناسی کاملا قاعده جامعه رو یکیش مسئله جنسی میدونه. بله. که پس از بود اسلامی هم اون حیایی که شما میگید همون شرمه و اون شرم هم عقلی نیست و احمقیه. بله، یعنی در واقع در خیلی صدمه میزنه به برقراری روابط درست و به روان شدن. بله. آن جامعه ما که پر شرم چیز شرم و حیا احمقی است،
که یه رسال دانشگاه تران هم تموم شد، یه رسال تو بخش دانشگاه سوره که من همین چند روز دیگه دفاشه بحث شبکه های مجازی و شهر و همین حیای عقلی و خواست احمقیست یا همقی به قول ائمه که این بحث کردن از پیامبرم هست این حدیث، نه الان تا اینجاش باعث شده که الان شرمی که تو جامعه ماست شده که اینقدر گناه اوج بگیره. بله، فیلم فی مدت المعلوم هم در واقع درباره همین موضوعه، یعنی اینکه ما حاضر نیستیم درباره موضوعی که واقعیت داره و جزء طبیعت انسانه، اصلا نه تنها حاضر نیستیم حرف بزنیم. حالا من میگم جلو بیشتر از اینا میبینید. پس این حیا احمقی که هست، حیا عقلی از بین میره، یعنی حیا از خدا که گناه هست از بین میره و توی جامعه اینقدر لباسای سکسی میبینیم، سکسی کلوس که تو شاید اروپا نبینیم، چنین چیزی آرایشای سکسی میبینیم که تو اروپا نبینیم. یه همین قصه هست که یه شرم احمقی باشه که شرم عقلی از بین بره و ایه عقلی از بین بره. آدم و حوا که شروع میکنید که اونا هبوط میکنن بلافاصله میدن برهنن و بعد بسه برگ انجیر، هم تو قرآن اومده، هم تو انجیل اومده، هم تورات، این تو ادیان ابراهیمی دیگه واضحه، خودشون میپوشونن، اینا میپوشن. از اینجا قصه فرهنگ بشری شروع میشه، یعنی از پوشوندن عورت یا حالت تناسلی یا شرمگاه این قصه رو شروع میشه و کل فلسفه مارکس و فروید اون از اینجا شروع میشه، انسان قبل از هبوط یا انسان بعد از هبوط، که بعدن کمون ثانوی که مارکس میگه از انسان ما قبل از هبوطه. فروید هم همینه. خب فروید انسان ما قبل از هبوط رو ترجیح میده چون بحث تمدن و فرهنگ قبول نداره، میگه باعث شده که انسان از خودش دور بشه و او انسان برهنه بهتره. فروید این هم ذهنش توریش اینه، یعنی به همه بحث دینیه، یعنی بحث هم سفر پیدایش مال توراته، مثلا کل سفر پیدایش که شما همین ساختارش میشه فلسفه، کل فلسفه غرب علوم انسانی غرب سفر پیدایش تورات با التبال بعد نقد مسیحی هم برش. پس ما اصلا تورات انجیل خارج نیستیم این از این بحثا و از این فرهنگ بشه از هم بسته مسئله جنسی شروع میشه و شرمی که اونا احساس میکنن و بعد پوشوندن آلت. اسلام کلن با ساختاری که داره، حالا تو بوده احادیث ما پیغمبر حالا مشهور شده ان نکاح و سنتی، ولی یه حدیث داریم این که اون خیلی نگفتن ان نکاح و فطرتی، یعنی میگه جز خلقت منه، اصلا میگه من رغبه ان سنتی فلیس منی، یا فطرتی من رغبه ان فطرتی، یعنی میگه فطرت من، خلقت من، هدایت یافته من مثلا همین نکاح و عمل جنسی مشروعه. خب پس در چه بخواهم بگم این بحث خلاصه خیلی بنیادیه تو اسلامی نیست که الان پس تو سینما هم نمیتونه بدهد باشه از این قرآن هم که دیگه خوش آخستشه دیگه. چرا توی در واقع این جزء فرهنگ ماست که بپوشونیم و حرف نزنیم و انکار کنیم و کتمان کنیم و بعد به قول شما از یه جای دیگه میزنه بیرون که به صورت لباس سکسی یا آرایش های خیلی شدید در میاد، چرا این اتفاق میفته؟ هزار و خورده سال صوفیسم ما تو ایران عقلانیت ما رو گرفته، دو لایه چند لایه کردن جامعه کارش بوده، نه ما هند، نه ما ژاپن قبل از الان نوسازی، کره، بقیه شامعه اصلا همه نام مثلا هند لایه لایه شدن و بعد هم عشق آتشین خیلی وحشتناک و همین سادیسم. الان تو جامعه هایی که مسئله جنسی به صورت خیلی راحت دوارش بحث نمیشه، این جامعه به شدت چند لایه لایه هم. لایه لایه به معنی فکری و معنوی، یعنی قائل به این که آدم ها درجات متفاوت دارن، اول واقعیت و آرمان همیشه فاصله داره. این وسط هم متاسفانه لایه های بسیار مثلا سادیسمی مازوخیستی پر میکنم، مثلا مثال میزنم پسر هم زیاد حرف میزنیم، هیچ که صادقانه حرف رو میزنه در صورتی که غیبت اشد دومه نزنا دقیقا یعنی اتفاقی عمدن اینو گفته شده، یعنی دقیقا همینه، میگه اگر اون زنا گناه جنسی است اما این غیبت که در اصل اون سادیسم به وجود میاد بدتر از اینه. بله. شاید ما اون زنا خیلی بدتر از غیبت بدونیم. دروغ گفتن خیلی عادی میشه تو جامعه شده. بله. دروغگویی گفت زیاده. بله. اینو زرنگی میدونیم. بله. دروغ گفتن. این جامعه هایی که طوری هم مثلا چند لایه لایه میشه، اولش که همین نقد و رشد و پیشرفت من نابود میشه. چون ما تو جامعه شناسی علم یا معرفت شناسی علم میگیم که رازداری به شدت خطاست. بعد هر کی هر چی فهمید باید بگه. بله. نه برای راز داره. خب الان موقعی که توی جامعه لای لای میشه، در واقع لای لای میشه به شدت بی سوادی هم رشد میکنه، جامعه به شدت عقب مونده میشه.
و بعد پرخاشگری، فحاشی دهان، دهن دهانی که فحاشی همون چی دیگه، یعنی سکس دهانیه که یه نوتوش انرافی میشه فحش، همون فحشای دهانی، همین فحشی که داریم میدیم. و متاسفانه تو جامعه ما داره این فحاشی کم نیست. حتی حرف عادی که میذارن خیلی جای طوریه. پس من میخوام بگم که این موقع این مسئله مات میشه، این بحثا وجود میاد، جامعه صداقت نداره، راستگویی نداره. نه این صوفیسم تو سر ما آورده و بعد نقد تاریخی هم بشه، متاسفانه هنوز هم داریم بستش میدیم. اسم مثلا این میذاریم رندی، مثلا همشهری خودمون حافظ بالاخره میگه رندی، ولی واقعش دروغ مصلحت‌آمیز. سعدی داره همشهری خود ما میگه بالاخره بهزید صد راست فتنه انگیز، وای که تو جامعه بر اساس راست میچرخه. یعنی صداقت این النجات و فصدق. خب راستگویی دیگه، ولی متاسفانه تو جامعه مثل این بحثاری میرزه به هم و به این چنین مسئله پیش میاد. در مورد مسئله جنسی هم دائما در حال پوشاندن و پیچاندن و خب جامعه سرسر فرصت طلبی میشه، دوگانگی، ریاکاری، یه چهره ظاهری داریم چهره باطنی، از این مسئله اینجا شروع میشه. ولی اگه صداقت باشه بلافاصله هم اینا روشن میشه. و الان هم میبینید که جوان ما خیلی یه زندگی خصوصی عجیب دارن، یه زندگی خلاصه ظاهری دارن و همه هم الان تو این شبکه مجازی داره خودش رو نشون میده. بله بله. این مرض الان شبکه مجازی تو ایران که همه موبایل خلاصه پیشرفته، یعنی مثلا اینکه در عالم مجاز این چیزا رو ترک کنیم، مثلا خیلی مثلا تو اروپا چنین چیزی نیست. مثلا شما الان نگار موبایل تو اروپا موبایل فقط میخوان برای تماس تلفنی، اما همه ایرانی‌ها موبایلاشون به شدت مسائل خصوصیشونه و الان همه شبکه خود. یعنی همین مثلا که اونم تو اوج که دلشون هست بیان بگن. و سینما متاسفانه الان به شدت مرضدار شده تو ایران. واقعا سادیسم سینمای من الان پر می‌بینم بخاطر این قصه است که حالا دیر آمده خوره بحث کنیم سینما ما چرا به اینجا رسید. از بعض انقلاب که ما دوچار مارکسیسم شدیم، مارکسیسم زدگی شدیم و مارکسیسم جنسی مطرح زیاد کردیم، یعنی هم تو پرخاشگری خشونت جاش گذاشتیم و سکس نیمد توی حالا سینما و غیر مستقیم. اولا که یه نوع سبکی تو سینما تولید کردیم که الان به شدت ما رو سکسی میدونن. من خیلی عجیبه، حالا رفته بودم دانشگاه بین‌المللی اسلام‌آباد قسمت مانیتورینگش که برای زبان فارسی بعد فیلم ضبط می‌کرد چیز رادیو تلویزیون ما، گمانم تو این برنامه نشون بچه‌هامون تو دانشگاه بین‌المللی پاکستان که همه خارجی‌ها و اینا بودن، گفتم چطور؟ گفت خیلی سکس خشنی دارید. و این اصلا این سکسی که شما دارید چجوری این نمود پیدا می‌کنه تو فیلممون؟ به خاطر اینکه یه چیزی رو معنی میکنن از هزار راه پیدا خودشون حرکات بدنی به شدت بازیگر خیلی خشنه، سکسش خیلی خشنه، لباس به شدت خشنه، دیالوگا به شدت خشنه، اینا همون برای میفهمن. اینا یعنی در واقع معنای جنسی داره، سادیسم جنسی هستن این همش. و برمیده که آدم ها که باید سینما ایران میشه دیونه میشه، نه حالا حتی فیلم های قبل از انقلاب فردینش دونه؟ الان همین قصه داره ادامه پیدا کنه و خیلی پرخاشگر شده و سیاه. بله بله، رئالیسم سیاهی که الان سینمای ما رو طی میکنه که مریض شده سینما به شدت. امسال هم تو جشن ما دیدم افسردگی که در واقع نقطه مقابل یعنی نتیجه سرکوبی جنسی هست.